آقای دکتر. بله بفرمایید. بله سلام، خسته نباشید. متشکرم خانم. آقای دکتر سوالی داشتم. من الان حدود یک ساله که یه آقایی رو دیت میکنم و الان قراره که ازدواج بکنیم، ولی الان یه سیچویشن بیرون اومده که دختر ایشون از ازدواجی که داشتن از اول میخوان بیان با ما زندگی بکنن. بله. شما چند سالتونه خودتون؟ من 35. و ازدواج قبلی نداشتی یا داشتی؟ ازدواج قبلی داشتم ولی بچه نداشتم. ایشون چند سالشونه؟ ایشون 43. و چند تا فرزند دارن؟ یک دختر 13 ساله. 13. بله. همسر سابق ایشون ایرانی بودن یا ایرانی نبودن؟ بله. اون وقت این دختر در این مدت چه مدتی است اونا از هم جدا شدن؟ 10 ساله. بنابراین از 3 سالگی اینا از هم جدا بودن. بله. تو این مدت 10 سال دختر با کی زندگی میکرده؟ با مادرش. و چطور شده؟ و هر دو الان در همین شهر یا شهری که شما هستید؟ بله. چطور بله. شده که میخواد بیاد با شما زندگی کنه؟ والا راستش رو بخواید فکر کنم تو خونه رو سرش غر میزنن که اینو بکن اونو بکن و دوست نداره، میخواد اینجا بیاد چون پدرش خیلی ایزی گوینگه باهاش. بله. من یه پرسشی دارم، شما دلتون میخواد فرزندی داشته باشید یا نه؟ بله. یعنی در این باره مطمئن هستید که هر دوتون میخواید صاحب فرزندی بشید؟ بله. برنامه ازدواجتون کی هست؟ والا قرار بود همین آپریل باشه ولی پستپونش کردیم. چرا؟ برای همین جریان که بیرون اومده. خب حالا الان موضوع بین خود شما چه هست؟ دختر رو فراموش کنی که میخواد با شما زندگی کنه، به چه دلیلی؟ خود شما دو نفر گفتگوتون در این باره چه هست یا شما چه جوری به این ماجرا نگاه میکنید؟ درباره دختر ایشون؟ آره، یعنی درباره آمدن این دختر و زندگی با شما. خب من مطمئن نیستم که میتونم ریسپانسیبیلیتی یک دختر 13 ساله رو بگیرم و مثلا نمیدونم چه جوری میشه، چه پرابلمایی میشه. مطمئنم پرابلمایی میشه و من فکر میکنم خودمون وقتی ازدواج بکنیم پرابلمای خیلی خواهیم داشت و پرابلمای بچه هم میاد روش. یه ذره بله. کانفیوز شدم، نمیدونم مادر اون بچه ازدواج کرده یا نه. نه خیلی. اون مادر کار میکنه یا نمیکنه؟ بله کار میکنه. آیا از نظر فاینانشلی غیر از یه چایلد سپورت یا کمکی که پدر میکنه روابطشون با هم چگونه است؟ یعنی با همسر سابقشون؟ هیچ رابطه‌ای ندارن، فقط اگر درباره بچه یه چیزی پیش میاد با هم حرف میزنن. آیا جدایی و طلاقشون با گرفتاری ها همراه بود یا نسبتاً ساده و عادی گذشت؟ اونقدر که من میدونم اوکی بوده همه چی. بنابراین پشتش اونقدر حالت دشمنی و کینه توزی و کینه ورزی نبوده؟ شاید یه ذره چرا، ولی نه زیاد. در این 10 سال پدر در چه حدی فرزندش رو میدیده؟ هفته یکی دو روز بوده یا یه مدتی هم بوده که با پدر زندگی میکرده؟ نه همون شاید هفته یکی دو روز، اونقدر باهاش وقت نگذاشتم. شما چه مدتی است که دختر رو دیدید؟ حدودا شاید 10 بار 15 بار. نه، اولین بار که دیدید چه مدت بعد از آشناییتون بود؟ یعنی الان چه مدتی است که او رو دیدید؟ 3 ماه 6 ماه؟ چون برای من این مهمه. حدود مثلا 6 ماه فکر کنم، 7 ماه اینطورا. تو این 6-7 ماه برخورد اولتون و برخوردهای بعدیتون با هم شما دو نفر چگونه بوده؟ منو با دخترشون اوکی بوده، اونقدر پرابلمی نبوده. ولی کاری هم به کار هم نداشتید؟ نه. اون وقت شما با بدون اینکه مهم باشه و تمنا میکنم نظرتون بگید، واقعا فکر میکنید که این دختر از نظر رفتاری، اخلاقی و آگاهیش، هوشش، ارتباطش با دیگران چگونه است؟ یعنی چه نمره‌ای بهش میدید و چگونه دختری میبینیدش؟ با دیگران منظورتون؟ یعنی قصدم این است که در مقام مقایسه با دیگران مثلا رفتارش چگونه است؟ چند اندازه مؤدبه، چقدر مهربونه، چقدر خجالتیه، چقدر عصبانیه؟ اصلا خجالتی نیست. ولی دختر خوبیه، مهربونه. پرابلم فکر نمی کنم بخواد درست بکنه. پولایته. رفتارش با مادرش چطوره؟ شما هیچ وقت که اون رو ندیدید؟ نه. چه گزارشی دربارش اون خبری؟ مادرش گرلانگ نمیکنه اینطور که معلومه. چرا؟ در چه زمینه‌ای؟ نمیدونم آقای دکتر.
با پدر فکر کنم غور میزنه رو سرش، اینم دوست نداره. آخه برخی از وقت بچه‌ها یه کاری میکنن پدر مادر ممکنه غور زن. پدر در رابطه با پدرش چگونه است؟ او پدرش رو خیلی دوست داره. چرا قبلا نخواسته بیاد با پدرش زندگی کنه؟ من نیستم اتفاقا جاش هم داشته که بیاد باهاش زندگی بکنه اینا، ولی پدر دلش میخواسته که دخترش باهاش زندگی بکنه؟ بله خودش خیلی میخواد. پس چرا در این باره اقدامی و یا کوششی نکرده؟ اون موقع آیا دلیل دیگری برای اینکه دختر میخواد با شما زندگی کنه است؟ مثلا مادر تحریکش بکنه برای اینکه رابطه شما رو به هم بزنه، یا مادر به دلیل اینکه میخواد یه زندگی کمی آزاد یا راحت تر داشته باشه؟ البته اگر بله این چیزا من فکر کنم هست، شاید باشه فکر کنم، چون گفت شاید میگه 10 سال من نگهش داشتم، حالا بیاد تو بکنه ببین چجوریه، نمیدونم. ولی خودش پرابلمی نداره. من مطمئن نیستم که میتونم این ریسپانسیبلیتی رو بردارم. خودمون میخوایم بچه دار بشیم بعد نه مشکل خواهد بود. یعنی ببینید من کاملا به شما واقع بینانه حق میدم. سهم اون بچه، حق اون بچه، نظر اون بچه برای من بسیار مهمه. اما اولا مطمئن نیستم بچه‌ای که در 3 سالگی پدر و مادر از هم جدا شدن و 10 سال با مادرش بزرگ شده الان توان زندگی با پدرش رو داشته باشه. و اصولا اگر شما هم مطرح نبودید این جابجایی، مگر اینکه کاملا پدر و مادر و بچه ارزیابی بشن، معمولا بیشتر از خشم است و یه مقدار واکنش تا یه تصمیم و انتخاب واقع بینانه یه مفید. بله. نکته دوم این هست که سنش الان یه سن نیست که حضور و ورود شما در اون خانه رابطه دختر با پدر و پدر با دختر شماها رو در یه وضعیت پدر و مادر و دختر قرار نمیده که یه مثلثی باشه که فرض کنین قاعده اون شما و همسرتون باشید و دختر اونجا باشه. او برخی از اوقات خودش رو به پدرش نزدیکتر و یا حقوقی رو بیشتر از حتی آنچه که شما دارید برای خودش قائل یا انتظار داره. و بنابراین منو به یه پرسش دیگری میرسونه، گرچه حالا میگم چرا من نمیتونم جوابگوی خیلی مشخصی برای این پرسش شما باشم. پدر تا چه اندازه تسلیم و نگران و در اختیار دخترشه؟ من فکر میکنم خیلی، چون خودش فکر کنم گیلت ایشو داره، چون دخترش 7 سالگی گذاشته و هرچی که اون میخواد میخواد بکنه، همه چی اوکیه. بله ببینید من امیدوارم دوستانی که میشنون به هیچ مورد و کیس دیگری کاری نداشته باشن، چون برخی از اوقات دوستان عزیز و شنونده مطلبی رو که من با یه شنونده صحبت میکنم اون رو به دیگران مرتبط میکنن و اونی که نیست. در مورد شما، یعنی با توجه به جدایی در 3 سالگی، بله، رسیدن دختر به 13 سالگی، شمایی که 35 سالتونه و باید هر چه زودتر اجسمنتاتون رو با همسرتون انجام بدید که اگر میخواید فرزندی داشته باشید، که گفتید میخواید داشته باشید، ضمناً هم شما هم ایشون دلتون میخواد که از خودتون فرزندی داشته باشید. دختر 10 سال اونجا بوده، اعتراضش این است که مادر محدودیتایی برای من قائله و پدر نیست. من فکر میکنم که حضور این دختر تو زندگی شما میتونه مسائل و مشکلات جدی به وجود بیاره، هم برای شما، هم برای رابطتون، هم برای خودش. این انتخاب به نظر من بیشتر به یه بازی و لجبازی و یا یک، اگر به شما هم مرتبط نباشه، فقط یه تغییر سن و سال مرتبطه. و تا ارزیابی کاملی از دختر رابطش با پدر و شما نشه، انتخاب بلند مدت غلط. درسته که اون ممکنه 3 ماه بیاد بعدا نتونید با هم زندگی کنه یا اون نخواد با شما زندگی کنه، ولی باز اینجا مهمه که چقدر شما یا مخصوصا پدرش احساس گناه میکنه و اون مسئله آفرین خواهد بود. به هر حال یه عاملی وارد زندگی شما به نظر من در میشه که هر رابطه سالم ساده ای رو پیچیده و گرفتار میکنه. یعنی شما با یه مسئله به نظر من بسیار جدی روبرو خواهید بود، به ویژه اینکه شما با پاسخهایی که به پرسش های من دادید مایل نیستید و اصولا یه ذره ماجراجو یا نوعی آدم تخیلی نیستید که بخواید حالا یه زندگی خاصی رو در ذهنتون درست کنید و دنبالش برید. یه مقدار واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید، گرچه کوششی به جهت درک
دقیق واقعیت تا به حال نداشتید. من فکر میکنم که اولا هر دوی شما برای اینکه کسی ارزیابیتون کنه باید با یه روانشناس یا روانشناس خانواده صحبت کنید، بعد حتما دختر رو باید ارزیابی کرد. این دختر ممکنه بیاد و یه زندگی عادی و معمولی شما و پدرش رو برهم بریزه. این دختر ممکنه با اومدنش به خانه شما و نوع روابط شما، دختری که میتونه ساده و سالم ای بسا به نوجوانیشو پشت سر بذاره، با بحران‌ها و طوفان‌های روبرو بشه. شبکه دوستاش مهم هستن، عاداتش مهم هست، جنبه حسادت و رقابتش مهم هست. مهم این است که بعداً احتمالاً مادر با ازدواج شما چگونه برخورد میکنه، چقدر احساس بدی راجبش داره و نوعی میخواد اونو به هر حال مشکل کنه اگر نه به هم بریزه. به نظر من شما مسئله دارید، یعنی درست بس این است که الان به شما گفتن این حالی که شما دارید ممکنه خدای ناکرده سرطان باشه و شما دیگه چاره ای ندارید جز این که دقیق و تمام چک کنید، نه به خاطر اینکه تصمیمتون رو برای ازدواج تغییر بدید، برای انتخابتون، چون شاید صلاح برخی از وقت باشه، بنده نمیدونم، که دختر رو کمکش کنید، کارهایی براش بکنید که همچنان با مادر بمونه این دو سه سال یا پنج سالی رو که به نوعی باید بمونه یا میمونند، یا اینکه مشروط و محدود اون رو بپذیریدش، امتحان کنید، یا شما خودتون رو برای یک نوعی چالش و چلنجی که در زندگیتون شاید هیچ وقت نبوده به این راحتی هم پشت سر نتوزید آماده کنید. آنچه که بر اساس مطالبی که فرمودید به نظر من موضوع پیچیده است. احتیاج به یه واقع بینی داره، احتیاج داره که یه اصول اخلاقی و انسانی رعایت بشه، احتیاج به این داره که مسائل حقوقی در نظر گرفته بشه، جنبه‌های تربیتی، یعنی اصلا به نظر من هیچ کس نمیتونه کمتر از حداقل 20 ساعت ارزیابی شما، همسر احتمالی آیندهتون و اون دختر و یک کمی هم آگاهی از حال مادر یه تصمیم بگیری که اول برای دختر مهم باشه، دوم زندگی شما به هم نریزه. و به نظر من در این باره اصلا اینکه امیدواریم و قول میدم و حالا انشالله و حالا ببینیم چه میشه و نه دختر خوبیه و گریه کرد و خواهش کرد و گفت این کارو میکنم و قول اونجور داد، من به هیچ وجه زیر بار اینا نمیرم، چون اینا کار بسیار سخت و مشکل، یعنی یه نوع جراحی است که احتیاج به دقت داره. اینه که همه این اطلاعاتو بگیرید و بعد از اون تصمیم بگیرید که چگونه با موضوع برخورد بکنید. به هر حال اگر همدیگه رو دوست دارید و قصد ازدواج دارید، اون نباید مانعتون بشه، ولی اون میتونه در ترتیب روابط و شرایطتون نقش بسیار مهمی داشته باشه. به هر حال این مطلبی نیست، چون من پیام ها مدتی ازش گذشته، ازتون خداحافظی کنم. اوکی. برای خوشحال شدم، تمنام کنم.